سلام بر عشق، سلام بر هنر و تمام هنرمندان و خواننده‌های عزیزمون. من دیشب سالگرد شهرام هاشمی‌زاده بود. سیمین عزیز چقدر شاهکار کرده بود و تمام زحمات اون روزا به گردن شهبال شهبره گذاشته بود. شهرام جون اومدیم جایی که تو دوست داری، اون جایی که تو دوست داری همیشه صحبتشو میکردی، درست جزا بایستدی، ولی هر وقت کردی یه سر باعث بیا اینجا. همه دوستان امروز دارن میان اینجا. سیمین جون یه کاری کردی که هیچ خواهری اونسه برادر رو نمی کنه. راست دارم میگم شهبال جون کرد؟ نه راست دارم میگم. وقتی میگم تولدی دیگر، دوباره فکر کن زایده شدی، برگشتی، اومدی کنار ما، واسه که امروز همه شون دارم میان اونجا فقط به خاطر تو. خود منم همیشه گفتم، روزی هم که رفته بودی گفتم آقا جون من فقط به خاطر خود شهرام اومدم، به خاطر هیچکی نیومدم. امروز هم همه به خاطر تو اینجا جمع هم برمونت برم تا دیدار دیگر. ما میبینیم این سو و این هنرمند بزرگ به خاطر شهرام هاشمی‌زاده که هنر دوست بود، هنر پرور، با تمام افکارش سنگ تموم گذاشته بود. سخته دلتنگی سخته، قد یه سال برام یه لحظه، تنهایی تلخه، بی کسی بدترین درده، دیدایی چقدر کابوس دیدم. و خواننده هایی در جمع این دوستان بودن. از شهره عزیز اونجا بود، سورپرایزی بود برای من. ما هم دیگر رو دیدیم و بغل کردیم و هرچی بود از گذشته رو فراموش کردیم و به هم احترام خاصی گذاشتیم. دم شهره گرد که واقعا اصالتش و فرهنگش در این لحظه دوباره نشون داد. دوست دارم نرو، دوست دارم بفهم، من عاشق تو وقتی که با تو، وقتی که پیشمی، این حس روشنو باید به هم بگی. دنیا اگه نخواد، حتی خدا نخواد، من عاشق تو هم. آقای رضا بهبودی واقعا چه سخنرانی بزرگی کرد و واقعا موهای تن هممون سیخ شد. و چنین مردانی در خارج از مملکت و با چنین افکار زیبا و خوشفکر هنوز وجود دارن و میان طوری سخنرانی میکنن که واقعا همه عشق تو چشمشون جمع شده. موهای تن من سیخ شده. ببین عاشق شده، عاشق ترم کن. فلز بخت ما را کیمیا کن، مذابم کن، بخارم کن. علیرضا میبودی شاعر، ترانه‌سرا، مجری و برنامه‌ساز با سابقه رادیو و تلویزیون. من از شعر به عنوان یه وسیله بیانی استفاده می‌کنم در برنامه‌های رادیو تلویزیونی. از دیرباز، از ایران وقتی برنامه تلویزیون داشتم میشه با یک شعر شروع می‌کردم. من فکر می‌کردم که شعرم یک وسیله بیانی خیلی مؤثر مثلا در جامعه ایرانی. چون ایرانی‌ها شعر دوست دارن. کاریش از عارف که اون رو بازخوانی کرده. تصور می‌کنم که هر کی نظر رو گوش کنه حتما گوشه‌ها یا لحظه‌های دلچسبی از زندگی گذشته رو به خاطر میاره. گوش کنید. روزی دل من از شهر سکوت به دیار تو رسید. یه اتفاقی تو این تاریخ 1400 ساله افتاده که بی سابقه است. در هیچ کشور اسلامی چنین حادثه‌ای رخ نداد، یعنی رویداد بی همتا. ندارم.
تمام منی. ای جان شهبال صحبت کرد، همه دونه دونه صحبت کردن، اما من خواستم، من قادر نمونم صحبت کنم. من در مقابل آقای مهبودی، فرزان دلجو و خود آقای شهبال، من سخنران نیستم، سخن پراکندم نیستم. از اول گفتم من تو این کلاس ها تو حد نیستم که صحبت کنم، ولی واقعا اینا چه سنگ تموم گذاشتن و یاد شهرام عزیز منو گرامی داشتم. سیمی خانم صحبت کرد، چقدر غم‌انگیز بود، گفت اونجا هنوز شهرام هست، عکسش رو گذاشته بود با گلا، گفت شهرام هنوز زنده است. من فکر نمی کنم شهرام پیش ما رفته. واو چقدر غم انگیزه یه خواهر چنین عشقی رو به برادر داشته باشه و با تمام وجودش برادرش قدردانی بکنه و عشق بده. برادر جان نمیدونی چه دلتنگم، چقدر این دنیا زیباست، ای کاش همه ماها مانند یه همچی خواهر برادری عشق داشتیم و صفا داشتیم و یاد هم نگه بودیم. خواننده مانند جولیت اونجا بود، خانم سپیده اونجا بود، خانم هنگامه اونجا بود و دوسته تا خواننده های جوان. واقعا همه اینا برنامه گذاشتن و واقعا به یاد شهرام همه با تمام وجودشون و تمام احساسشون برنامه دید، یکی دو آهنگ خوندن. دم همشون گه من از این راه دو دونه دونه دستشون رو میبوسم و ازشون تشکر میکنم به خاطر که در این چنین روزی چنین برنامه هایی گذاشتن. کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن تا کلام عاشقانه برای سخت شب مرمم بسازی، بذار قسمت کنی تنهایی مورا میون صفحه گفتم این موزیک هیچ موقع نمیتونه فراموش کنه، هیچ موقع در غم موزیک، در عشق موزیک، در شادی موزیک، در هر چی رو حساب کنیم موزیک، این موزیک موزیکی که میتونه همبستگی رو به وجود بیاره و حق و حقوقتون رو در یه جا درست کنه. هوای دل خواهم بارون نم نمه تو باشی و منو نوار دکرمه. باره این موزیک بود که چنین شبی رو در لس آنجلس برگزار شد که تالا برای هیچ کس از خواننده ها چنین سالگردی رو کسی نگرفته بود. براوو بر اونا که زحمت کشیدن، براوو از سیمی خانوم، از برادر بزرگ شهرام، خواهر بزرگ شهرام، اینایی که اونجا بودن و واقعا هر کدوم به نام خودشون زحمت زیادی کشیدن